بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط دو خبر آجیل از افغانستان. هشدار حاجی محمد محقق به طالبان و حمایت از هزاره‌های بلخاب. پنهانکاری طالبان، آنها کشته هایشان را پنهانی دفن می کنند. برای جزئیات بیشتر این گزارشات آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیز را حتما دنبال کنید. روزنامه صبح کابل گزارش می‌دهد که حاجی محقق به طالبان گفته است لشکرکشی به بلخاب به معنای جنگ با مردم هزاره تلقی خواهد شد. حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به تنش‌های اخیر میان طالبان و مولوی مهدی مجاهد، یگانه فرمانده هزاره تبار این گروه در بلخاب، واکنش نشان داده است. آقای محقق روز چهارشنبه 25 جوزا در صفحه فیسبوکش نوشته است که طالبان نیروهایشان را برای لشکرکشی به بلخاب در چهار جهت جابجا کردند. او نوشته است که مولوی مهدی مجاهد، طالب سابقه دار در مبارزه در کنار طالبان، از حکومت یک جانبه طالبان آزرده شده و خانه نشینی را اختیار کرده است. مولوی مهدی بارها گفته بود که من با طالبان جنگ ندارم، اما اینکه در حکومت طالبان کار نمی کنم به دلیل این است که مردم هزاره و تشیع در حکومت طالبان سهیم نیستند. حاجی محمد محقق در ادامه نوشته است که حتی اقوام غیر پشتون اختیار حرف زدن و خانه نشستن خود را در حکومت طالبان ندارند. با این حال محقق تاکید کرده است که طالبان باید مشکلات داخلیشان را با تنها فرمانده هزاره که در صفوفشان بوده را از طریق گفتگو حل کند و کار به جنگ نکشد. او افزوده است که لشکرکشی بالای مردم بلخاب و در صورت وقوع درگیری طبعا وقوع فاجعه بار می باشد، به معنای جنگ با مردم هزاره تلقی خواهد شد و سراسر مناطق هزاره نشین از این قضیه متاثر خواهد گردید و این حالت به نفع هر دو طرف نخواهد بود. با گفته رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، طالبان در امر قبول اقوام و مذاهب و احزاب غیر پشتونی خود جدی نیستند و در تلاش تشکیل حکومت تک‌قومی و تک‌حزبی و تصفیه فیزیکی اقوام غیر پشتون می باشند. آقای محقق گفته است که جنگ دوامدار و کشتار غیر نظامیان در پنشیر و بغلان در برابر تاجیک ها، برخورد خشونتبار قومی در ولایت تخار در مقابل ازبک ها، کمینگیری در مقابل فرمانده مشهور ازبک تبار قاری فصیح الدین در فاریاب نشان دهنده تصمیم طالبان برای تصفیه قوم های غیر پشتون می باشد. این در حالی است که اخیراً گزارش های نشر شده که طالبان برای بازداشت مولوی مهدی به سمنگان نیرو فرستادند. بر اساس گزارش ها بیش از 500 تن از افراد طالبان در حال آماده باش هستند و قرار است که از چندین استقامت برای بازداشت مولوی مهدی دست به کار شوند. در همین حال منابع بر روزنامه صبح کابل تایید کرده است که طالبان 8 تن از جنگجویانشان که در نبرد اخیر پنشیر کشته شده بودند در ولایت زابل دفن کردند. چندین منبع گفته است که این افراد طالبان شام روز سه‌شنبه 24 جوزا به گونه پنهانی در ولسوالی میزان ولایت زابل دفن شدند. منابع می افزاید که افراد کشته شده مربوط به افراد حیات الله مجاهد و ملا کامل بودند که در نبردهای اخیر در قرارگاه‌های شابه، خنج و کتل آرزوی ولایت پنشیر کشته شده است. گفته می شود که این افراد توسط هلیکوپترها به ولایت زابل منتقل شدند. اما باید افزود که طالبان تا هنوز در مورد کشته شدن این افراد چیزی نگفته است. بیننده های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد پیام حمایتی حاجی محقق از مولوی مهدی مجاهد چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.